گاهی اوقات علت بی تأثیری دعا ای است که قلب ضعیف می باشه، تمرکز نمی باشه. قلب که ضعیف باشه، آه و ناله و درد که از درون تو بلند میشه به سوی پروردگار باید از یک قوت برخوردار باشه که تو بگوی که الله متعال فقط تو قوی هستی، من خیلی ضعیف هستم. این تو نمیشه که در دعا تمرکز نباشه. حالا تو از کسی که چیز رو میخواهی، از یک بزرگ چیز رو میخواهی، این تو نمیشه که روی طرف دیگه باشه تو برای او بگوی به من یک چیز بده. او طور فکر میکنه که مرا توهین میکنه. تو چه برسه که ذات پروردگار در پیشروی پروردگار در مقابل پروردگار استاد شدن و دست بلند کردن یک اراده خیلی قوی، یک یقین خیلی راسخ و جازم میخواه که باید تو یقین خیلی محکم داشته باشی بعد از دعا بکنی. با قلب ضعیف نمیشه بدون تمرکز، که تو تمرکز نداشته باشی. حتی گاهی اوقات طور دعا میکنه که ما مصروف دستای خود هستیم، یا مصروف ریش خود هستیم، یا مصروف لباسای خود هستیم. حتی گاهی اوقات دعا میکنیم، دعا از دهن ما پایین تر نمیره که به قلب حتی لااقل پایین شود. گاهی اوقات طور دعا میکنیم که در وقت دعا کردن ما نمیفهمیم که چی میگیم. حتی گاهی اوقات اگر از یک کسی پرسان بکنه که چی دعا کردی، نمیفهمیم چی قبول شود دیگه. یعنی تمرکز نیست گاهی اوقات. دیگه علتش این است که تغذیه حرام این خیلی دعاها را بی‌تأثیر میسازه. متوجه ای باشن که خوردن ما از کجا هست، نوشیدن ما از کجا هست، جایی که ما درآمد داریم، معاملات و تجارت داریم، از کجا میاد، شبهات های وجود داره یا نداره وجود. ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، الله متعال پاک است، پاک را قبول داره. از دهن پاک باید چیز خارج شود. حتی در حدیث آمده، مفهوم حدیث به این قسم است که یک انسان میگه مشربش، خوردنیش، نوشیدنیش حرام است، بعد از اون میگه پروردگارا 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 مرا به این چیز برسان یا این مشکل مرا حل بساز، در حالی که میگه خورد و نوشش از حرام هست. پس یکی از اثراتی که یکی از عوامل اسبابی که دعای ما رو بی تأثیر میسازه همی است که تغذیه حرام است. دیگه از عواملش عدم یقین هست که ما مشکل داریم دعا میکنیم، در وقت دعا کردن یقین به اجابت دعای خود نداریم، در حالی که رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، شما دعا بکنید در حالی که یقین به اجابتش داشته باشید. ما گاهی اوقات دعا میکنیم ولی فکر میکنیم که قبول خواهد شد یا نه. ای تو اگر بگویی عالم برات میگم قبول نمیشه، چون که ما و تو که به می اندازه به خدای خود اعتماد و باور نداشته باشیم که آیا قبول خواهد شد یا نخواهد شد، خدا را تو کم شماریدی، خدا را کم فکر کردی. از قدرت و توانایی خدا که به اون حد که توانایی داره، اگرچه حد توانایی خدا نداره، اما توانایی خدا را کوچک شماریدی. تو فکر میکنی که خدا نمیپذیره، قبول نمیکنه، در نزد تو ناممکن هست، در نزد خدا ناممکن وجود نداره. یا گاهی اوقات غلبه گناه بالای انسان میه، گناه بالای انسان غالب میشه و این گناه که بالای انسان غالب شه و انسان همیشه به گناه سر و کار داشته باشه، قلب انسان غافل میشه. قلب که غافل شد، از قلب غافل دعایی که او متوجه دعای خود باشه خارج نمیشه. حدیث ما داریم رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرما ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن، الله متعال دعای را قبول نمیکنه که از قلب غافل و ناخبر باشه. از قلب غافل دعا قبول نمیشه که تو در زبانت یک چیز را میگیر اصلا قلبت از او خبر نداره، قلبت میلان به طرف او چیز نداره. مثال براتون میگم، گاهی اوقات به طور مثال دعا میکنی که خدای من از گناه ها نجات بده، اما خودت تصمیم به این نداره که از گناه دور شوی، اصلا تصمیمش نداری. این فقط یک نوع مسخره هست که خود را مسخره میکنی، خود را فریب میدی. خدای من با فلان گناه مبتلا هستم، خدای از این گناه مرا دور کن، مرا نجات بده از این حالت، ولی خودت اصلا تصمیمش رو نداری. این تو نمیشه که خدای تو برای من رزق و روزی بده، متوجه سقف باشه که یک چیز بیفته دست من. خودت کار کن، زحمت بکش، بعد از اون فراهم ساختن نتیجه رو به خدا واگذار بکن، که خودت یقین داشته باشه، خودت تمرکز داشته باشه، خودت غافل نباشی، به اون اندازه قلبت غافل نباشه که نمیفهمی که چی میگی، به کی میگی و چی میخوای از الله متعال. بنی اسرائیل در مصیبت گرفتار شدن، به پیامبرش وحی شد که ای کسایی که دعا میکنن دستایشان به سوی ما بلند هست، بدن اینها نجس هست و دستایشان با خون انسانهای بیگونه آغشته هست، ای حالتی هست که خشم ما بالا اینها شدت یافته، یعنی دعایشان پذیرفته نمیشه. گاهی اوقات این حالت هم میداشته باشیم، گناه بالا انسان غلبه میکنه،
گناه به حد میرسه که ما با از طرف روز انسان میکشیم، بی گناه ها رو میکشیم، از طرف روز خیانت میکنیم، شب دعا میکنیم، فردا باز امی تصمیم دارم که فردا باز امی کار میکنیم، چه قسم قبول شوی دعا؟ این خود مسخره کردن هست، این خود فریب دادن خودت هست که خود رو فریب میندازه، حالی که الله خودش فریب نمیخوره، خدا نمیشه. ابو ذر رضی الله عنه میگه که همراه اعمال نیک همون اندازه دعا کافیست مثل که نمک برای غذا لازم هست. آیا کدام غذای بدون نمک وقتی چیز را ما میپزیم، الا بعضی چیزهایی که در ذات خود نمک نیاز نداره که ما میپزیم، اکثریتی چیزهایی که ما میپزیم ضرورت به چی داره؟ به نمک داره. یک چیزی که در بین ما وجود داره، ما طور فکر میکنیم که دعا گاهی اوقات که سر ما مشکل آمد، غم آمد، مصیبت آمد، ای جای وقت دعا کردن است. ای تو نیست. الدعا هو العباده. دعا خودش عبادت است. همین قسمی که برای نماز یک وقت داری، برای تلاوت قرآن یک وقت داری، برای دعایتون وقت داشته باش، برنامه داشته باش، تقسیم اوقات داشته باش. ما گاهی اوقات تا زمانی که مشکل بالای ما نیاد، ما دست خود پیشگاه خدا بلند نمی کنیم. این خوب این به این معنی نیست که دعا فقط برای حل مشکل تو باشه. دعا یک عبادت است. دعا یک تضرع است، دعا یک خشوع است. دعا یک محبتی است که تو نسبت به خدا داری، دعا یک باور است، دعا یک عقیده است. اینطور نمیشه که هر زمان مشکل برات آمد، در وقت مشکل برو در خدا را دق الباب بکو. اینطور نمیشه. این کار درست نیست. حتی حدیث ما در مفهوم حدیثی است که میگه او انسانی که در حالت آسانی و در حالتی که در سهولت ها قرار داره خدا را فراموش نمیکنه، الله متعال در وقت غم بازی را فراموش نمیکنه. ما در وقت غم خدا خوب بیاد ما است. تا زمانی که برای ما درد نرسه، آه نه، آه که گفتم، بعد در پهلوی آه یک دفعه خدا میگه خدای با داد ما برس. در خوشحالی ها، در وقتی که نعمت بالای ما میشه، بس خدا را فراموش میکنه. این دعا کار روزمره باید باشه، کار شب و روز ما تو باشه، عادت شب و روز ما تو باشه. به این معنی نه که عبادت به عادت تبدیل شه، هدف این نیست. این باید کار دوامدار باشه، برای هر وقت، نه در وقت ضرورت.